من و شما درباره برخی از مفاهیم یه توافق کلی شده، یعنی وقتی شما میفرمایید آهن یا چدن یا میکروب وبا، تکلیف روشنه، یا قلب یا کبد یا کلیه، یعنی واژه‌هایی رو ما داریم با تعاریف خیلی مشخص. اما برخی از رشته‌ها هستن که این تعاریف رو ندارن. فرض بفرمایید از نظر من پرورش با تعلیم و تربیت متفاوته، ولی من خیلی راحت میدونم ای بسا 98% مردم دنیا تعریفی که برای پرورش و تعلیم تربیت دارن با نظر من متفاوته. یه دشون چون ما این مسائل آشنا نیستن، یه مخلوطی دارن که اصلاً ای بسا اصلا به اینا هیچ ارتباط نداره، حتی تنبیه رو یا اطاعت و فرمانبرداری رو تربیت میدونن، درست برخلاف اون چیزی که من میبینم. یا برای من خیلی تفاوت بین ترس با استراب، با حراس، با وحشت، با نگرانی، یعنی من اینا رو 5 تا چیز متفاوت میبینم، یعنی فیر با انگزایتی، با فوبیا، با وورینس، با پانیک. حتی من جامعه و اجتماع رو خاطرم از در ایران، اگر کسی جامعه رو که ترجمه لغت سوسایتی در مقابل اجتماع کامیونیتی میگرفت مسئله بود. اینا تقسیم بندی هایی است که میخوام اینو عرض کنم. یک، برخی از این تقسیم بندی ها رو مردمان عادی و معمولی هم میدونن. دو، برخی از این تقسیم بندی ها میان اهل فن مطرحه و به همین جهت است که شما گفتگوی با افراد متخصص دارید، وقتی یه لغت رو به کار میبرید او دقیقاً میدونه مورد نظر شما چه است، در حالی که کسی دیگه نمیدونه. من وقتی بگم این آدم پنیک اتک داشته با انگزایتی اتک یا مضطرب و نگرانه، خب یه فرد آگاه با مسائل روانی بلافاصله تفاوتش رو متوجه میشه، حتی تفاوت بین خشم و عصبانیت که اون احساسه و این یکی رفتاره. حالا مواردی هست که پیچیده است، یعنی موضوعی هست که اصلا توافق عمومی راجبش نشده. یکی از اونا به نظر من واژه روشنفکر کستالی اشاره فرمودید. بنابراین اگر شما به من بفرمایید این تعریف منه، من میتونم بعد از شنیدن مطالب شما تا حدودی باش موافق یا مخالف باشم، یا اون رو کم بدونم یا زیاد بدونم، چون همطور که میدونید تعریف شرط اصلی و اساسی است که جامع و مانع باشه. به در دنیای امروز دقیق جامع و مانع باشه، یعنی کاملا اون شی رو، اون مفهوم رو، اون واژه رو، اون هر چه هست رو برای من و شما تعریف کنه، و بعد مانع بودنش اینه که ما با یه موضوع دیگه اشتباهش نکنیم. وقتی شما میگید سقف و کف، تکلیف کار روشنه، معمولا جامعه است و مانع، برای که من پیامی رو میگیرم که شما راجع به کف خونه صحبت کنید یا سقف خونه، ولی مواردی از این قبیل روشن نیست. لغت روشن فکر از نظر من، یعنی من تعریفی که براش دارم، این است که یک گروهی از مردمانن که اولا رشته تخصصی کارشون یا ما روشن فکر میدونیمشون برای که در صحنه روابط روانی اجتماعی انسانی قرار دارن. بنابراین شما اگر مهندس فیزیک، مهندس برق هستید، یا دندان پزشک هستید، یا دکتر قلب هستید، به دلیل اون تخصص وارد حریم روشنفکری نمیشید، برای که موضوع روشنفکر ماجرای تفکره، ماجرای علم نیست. شما لغت تحصیل کرده دارید، شما لغت حتی در زبان انگلیسی ساینتیست دارید که آدمی است که عالمه، علم داره. البته این مفهوم علم یه مفهوم عام داره، مفهوم خاص بدم، ما متاسفانه این لغت رو برای یک کسایی به کار می‌بریم که اصلا با ساینس به معنی علم کاری ندارن. حالا اون هم به کنار. پس وقتی که صحبت از روشن فکر میشه، از نظر من کسی است که در حوزه و حریمی است که یک، مسائل روانی و اجتماعی و انسانی است، و دو، این آدم در حد مرزها و در حد سرحد موضوعها قرار گرفته. یعنی یه بچه 10 ساله یا یک آدمی که اطلاعات کمی داره درباره مسائل انسانی وارد حریم روشنفکری نمیشه. روشنفکر در حقیقت یک کسی است که این منطقه‌ای رو که هست، درست مثل یه اتومبیلی که ایستاده، توان انداختن یه چراغی رو داره که 20 متر اونورتر روشن کنه. یعنی مفهوم روشنفکر به نظر من بیش از یک تحصیل کرده است، بیش از یه آدم کتاب خونده است، بیش از یه آدم آگاهه، یا آدمی است که در حقیقت کمی هم بیش از اون خودی که هست با آنچه که هست، نه تنها خودش، دیگران به بیرون اون رو پرتاب کرده، نوری رو که گفتم مثل یه اتومبیلی است که چراغش رو شما روشن کردید. مفهوم روشن فکر رو من به این صورت میبینم
که یه آدمی است که در زمینه مسائل روانی اجتماعی انسانی آگاهی داره. اما روشنفکر وقتی است که ذهن روشنی داره، یعنی با تاریکی در ارتباط نیست. وقتی با تاریکی در ارتباط نیست یعنی مفهوم روشن رو داره. معناش نیست که همه چیز رو میدونه، معناش نیست که در اون زمینه ها در حدی که دانش کنونی هست، علم وجود داره، آگاهی رو داره، ولی کمی بیش از اون عقیده و نظر داره. اما افکار و عقاید خودش رو آنچنان زیر کارد حتی بیرحمانه برده و به کندوکاوی در این باره پرداخته که اصلا از نظر من روشنفکر کسی است که بیش از اون که درباره عقیده خودش میدونه درباره مخالفتی که با عقیده خودش میدونه خبر داره. یعنی از نظر من شما روزی میتونید بگید که من این نظر رو دارم درباره جامعه، که اگر حتی 10 جلد کتاب خوندید یا 10 ساعت بتونید راجبش حرف بزنید، 20 ساعت بتونید حرف بزنید یا 20 جلد کتاب خونده باشید درباره اون کسانی که با این عقیده و نظر شما مخالفند. یعنی مفهوم روشنفکری تنها دانستن نیست، بلکه دانستن همه مخالفت ها و تفاوت ها هم هست. یعنی من حالا سرم رو پایین نینداختم و یه چیزی رو چون به حساب خودم میدانم یا واقعا حتی میدانم روشن فکرم. به همین دست که حتی در باور مذهبی اون کسی به نظر من باورمنده که اگر اعتقادی داره به یه چیزی تمام عقاید مخالف و متفاوتش رو میشناسه، نه اینکه تا عقیده مخالفی اومد بگه الان داره در کار من شیطان دخالت میکنه مسئله رو بذاره کنار. دیگه از این حق بازی و فریبکاری بالاتر نمیشه داشت که من میخوام یه آدمی بپذیره و حاضر نباشه سوال کنه، حاضر نباشه شک کنه، حاضر نباشه اعتراض کنه، اونم به دلیل فهم و درک حقیقت، به دلیل فهم و درک واقعیت، به دلیل اون چی که بدونه کجا ایستاده. بنابراین من روشنفکر رو کسی میبینم که ذهن بازی داره، روشنی داره، تاریکی درش نیست و در هر آن اون مجموعه ای رو که داره درست میدونه. اون مجموعه ای که هست دقیقه، این همونه که آرمان خواهه و همه عقاید مختلف و متفاوت رو میشناسه، ولی همیشه آماده است، حتی خوشحال میشه، احساس رضایت میکنه، احساس حتی لذت میکنه از اینکه عقیده رو که داشته دیگری برایش ثابت کنه غلطه و او بتونه اون رو کنار بذاره. ولی که اصلا پیشرفت یه آدم در این است که بتونه عمیق‌تر و دقیق‌تر و وسیع‌تر با موضوع برخورد کنه و جنبه‌های بد و منفی رو دور بریزه. درست مثل اینکه چون شاید اشاره فرمودی تخصص شما میتونه شاید رشته‌های پزشکی باشه، اینقدر این دانش رو بدونه که حالا حتی برای خوردن یک غذا بدونه چه چیزایی رو اصلا نباید بخوره یا درست یه چیزایی رو چه بهتره که بهش بیشتر توجه کنه و این دانششون در حال افزایشه، او هم خودش رو حرکت بده و پیش بره. اما در قسمت دومی که فرمودید روشنفکر دینی بر اساس تعریفی که معمولا از دین هست، چون میدونید درباره همین دین هم آدم ها تعریف متفاوت دارن. شما دو تا آدم رو ازشون میخواید که دین رو تعریف کنن و بعد این دو تا تعریف رو به یه نفر بدید، اون آدم دیگه برمیگرده میگه اینا راجبه دو چیز کاملا متفاوت صحبت کن. ما یه مفهومی از دین داریم در ایران که اصولا این مفهوم دین هیچ شباهتی به دین در هندوستان و دین در ژاپن و دین در فرض کنید که ای بسا حتی استرالیا نداره. تا زمان ما اگه برید به 200 سال قبل یا 2000 سال قبل یا 5000 سال قبل که اصلا. بنابراین اولا نباید تعریف خودمون رو فکر کنیم که این تعریف عمومی است. یه تعریف مثلا ما جامعه شناسی از دین داریم که هیچ شباهتی به تعریف بسیاری از این ادیان نداره. بسیاری از این ادیان تاکیدشون از دین به روی روحانیات یا الهیات، بعضی هاشون به نگاه فلسفی به مسئله نگاه میکنن، عده ای اصلا سراغ مسائل اخلاقی میرن، گروهی به فایده و نتیجه دین کار دارن، برخی اصلا دنبال آداب و رسوم و مراسمن، جشن رو چجوری باید گرفت، غذا رو باید چجوری پخت، غذا رو باید چجوری خورد، باید چی گفت چی نگفت. ولی اگر شما بگید از نظر جهان بینی و فلسفه کجا ایستادن، اگر ازشون بپرسید از نظر اخلاقی حتی کجا هستن، هیچ اصل اخلاقی رعایت نمی‌کنن، اما توی ریچوال و مراسم غرقن. و به همین جهت است که من نمیدونم که اون تعریفی که از سالی اشاره فرمودید از دین چیه، ولی اگر بگم اون تعریفی که ما ایرونی‌ها میفهمیم، ولی معناش نیست که این تعریف درستیه، تعریفی است که ما ایرونی‌ها راجع به صحبت میکنیم که اصولا مفهوم دین با مفهوم باور و اعتقاد، اونم رسیدن به یه جایی که از یه جایی که گذشت دیگه سوالی نداره
و اعتراضی هم نداره، پرسشی هم نداره، حق با شماست. اصلا من روشن فکر دینی نمیشناسم، ابدا نمیشناسم، یعنی هیچ ارتباطی بین آدم مذهبی و روشن فکری نیست، مگر اینکه شما باز بیاد یه باور داشته باشید که من یه مذهبی دارم که همه چیزش درسته و همه چیز رو هم جواب داده، به چیز دیگه هم احتیاج ندارم، حداقل در زمینه انسانی میگم، قسم تو فیزیک و شیمی و پزشکی نیست، و در نتیجه حالا بگید این آدم روشن فکره، یه ذره جای گفتگو داره اگر چنین ادعایی دارید. پس بنابراین روشن فکر دینی یعنی یه آدمی که بالاخره یه جای ایستاده، یه جایی است که میگه اینجا رو چون فرمودن یا چون گفتن یا چون در کتاب آسمانی این یا اون آمده اینجوری است، ولی خودش توضیح نداره. قصد من مسائلی نیست که اعتقادیان، نه، مسائل انسانی رو دارم عرض میکنم. یعنی گفتید چرا این قانون وجود داره، میگه خب از کجا چه میدونید، شاید خیر و صلاح اینه، شاید در طبیعت و فطرت چه، خب اون موقع دیگه شما بحث روشن فکری ندارید، موضوع منتفی است. برای من روشن فکر دینی نمیشناسم، من اینکه نوگرا باشه، اینکه حتی نواندیش هم نمیشناسم، چون مفهوم اندیشه در حقیقت زیر سوال بردن باوره، و تا زمانی که شما زیر سوال میبرید میتونید احتمالاً در مسیر روشن فکری حرکت کنید، ولی روزی که یه نظریه رو بدون اینکه بتونید برای مخالفین توضیح بدید بلکه به صرف باور و اعتقاد میپذیرید، دیگه جایی برای نوع اندیشی هم نمیمونه. بنابراین نوع آوری هست، در حقیقت یه نوع نگاه تازه و جدید هست، یا یه قرائت دیگری، یا یه درک دیگری، یا یه فهم دیگری، و یا یه برداشت دیگری است، ولی با روشن فکری سازگاری نداره. بنابراین با توجه به آنچه که اشاره فرمودید، من فکر کنم بسیار حداقل نظر شما و من به هم نزدیکه، و در نتیجه همونطور که من یک پزشک رو یا یک دندان پزشک رو یا یک فرض کنید مهندس مکانیک رو تحصیل کرده و آگاه و عالم و دانشمند و ساینتیست و همه چیز میشناسم، فقط وقتی که اونا در حریم موضوعهای انسانی، یعنی آنچه که به عنوان مسئله انسان هست، نه مسئله که توجه و تاکیدش روی طبیعت است و ماده است، انسانی هست، در اون چارچوب مفهوم روشنفکر رو میتونم متوجه باشم.